من صادق قطب زادم. علت دستگیری من در رابطه با برنامه براندازی است هدف از بین بردن سران حکومت، این جمله البته ایمان. در اولین برخورد با ایشون احساس کردم که اون مرادی را که سالهای سال در پیش میگشتم جلومه. من از مرگ در راه ایشون ذره ای ابا ندارم. قطب‌زاده به همون اندازه ای که شیفته آیت الله خمینی شده بود، به همون اندازه با تغییر شکلی که انقلاب ایران داده بود سرکوفته شده بود. برای اولین بار من دیدم که به خمینی فحش داد و گفت انقلاب رو ما کردیم. من از حلقوم اینا میکشم بیرون. گفتم پلو آقای خمینی، گفتم که صادق مستحق اعدام نیست. گفتم که گفت اعدام. گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشینش. گفتم بخشیدمش. یک شهری به عنوان افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم تا بالاخره رضایت آقای خمینی رو برای اعدام قطب‌زاده گرفتم. اعدامش هم فوق‌العاده دردآوره، به پر و پا و سر و دست و به همه جاش میزنن و این رو زجر کشش میکنن. قطب‌زاده بریده بود، رویاها همه به باد رفته بود، از جهان بریده بود. نوجوانی صادق قطب‌زاده همزمان با ظهور و سقوط دولت محمد مصدق است. او از 15 سالگی شیفته مصدق می شود و بیزار از کسانی که به چشم او رو در رویش ایستادند، یعنی شاه و حزب توده. بعد از کودتای 28 مرداد 32 و تبعید مصدق، اغلب هواداران او هم زندانی یا خانه نشین می شوند. جریانات سیاسی سرخورده و ناامید شدند. قطب‌زاده جوان به شاخه دانشجویی نهضت مقاومت ملی می‌پیوندد. به نظرم سنگ بنای سیاست و انقلابیگری صادق مصدق. صادق همه عمرش برای این انقلاب تلاش کرده بود. از سالها قبل از انقلاب از دوره نوجوانیش فعال بود. پدرش حسین از بازاری‌های طرفدار مصدق بود. ظاهراً یه بار بعد از کودتای 32 مصدق که خونه نشین شده بود می‌خواسته چند تا درخت تبریزی باغش رو بفروشه. پدر صادق او رو می‌فرسته تا برای این کار کمکش کنه. و ظاهراً صادق همون روزهایی که می رفته اونجا با اندیشه و فلسفه سیاسی مصدق بیشتر آشنا می شه. او در این دوران با کسانی نشست و برخاست می کند که بعدها اعضای بلندپایی نهضت آزادی می شوند. قطب‌زاده یکی دو بار کوتاه بازداشت می شود. اردیبهشت 37 پدرش از ترس سواک صادق 23 ساله را به آمریکا می فرستد. اولین قدم شهرت یافتن و بدل به یک نام سیاسی پرآوازه شدن صادق قطب‌زاده مربوط به برخورد در ایالات متحده آمریکا و به خصوص انعکاسش در فضای درونی مبارزات دانشجویان ایرانی است. قطب‌زاده تصمیم گرفت که جشن شاهانه اردشیر زاهدی را در واشنگتن به هم بزند. این برنامه رو طوری چیده بودن از طرف سفارت که یکی از این دانشجویان بی‌طرفی که هست بره سخنرانی کنه. اون رفت بالا واسداد
به سخنرانی کردن. و من به نمایندگی از طرف دانشجویان ایرانی که در اینجا هستن تا اینه گفت، اینم یکی از اون تعدادم گفتش که مردی که تو نماینده ما نیستی خود شده پرید بالا، گفت عید نوروز را به همه تبریک میگویم، اما عید بزرگتری است برای ما ایرانیان. به محض اینکه ملی شدن صنعت نفت را به نام مصدق ذکر کرد، سیم میکروفون را قطع کردند. گورنگوری که قطع کردن این شرکت حوار کردن، ما گرفتیمش که دیدم شرکت فریاد زد شما میخواهید به وسیله یک موز افسر رجانه سراغ ملت ایران را خاموش بکنید. به مجردی که سال خودزاده میره بالا و صحبت میکنه، بقیه دانشجون بلند میشن میزو میگیرن وارونه میکنن و مثلا یکی مثلا بشقاب میندازه این ور اونور، یکی از کنم لیوان میندازه این ور اونور، برقت میشه، پلیس میاد و خلاص مجلس کاملا به هم میخوره. گرفتش با پس کردنی بردیش بیرون در بیرون در حسابی کدکی زدیم فرستدیمش دست پلیس. اردشیر زاهدی تصمیم میگیره که تا دمدم صبح اونا رو بیرون بیاره، به خاطر اینکه بهش فشار آوردن که آقا دانشجو هستن بهشون کنیم این چیزا و آزاد کرده بودن. اون اتفاق یک نتیجه سیاسی داشت و اون نتیجه سیاسیش هم این بود که صادق قطب‌زاده رو در محل کاملا برجسته کرد. دیگه از اون به بعد آدم کلیدی شهر ایشون بود. اون تصمیم میگرفت ماها اجرا میکردیم، به این شکل ادامه پیدا میکرد. در واشنگتن خونه ما و صادق به هم نزدیک بود، به همین خاطر زیاد خونه ما میومد. آدم احساس میکرد خوشحاله که خانواده دور برشه. خیلی به دختر من نزدیک بود. فکر کنم کلن دلش برای زندگی خانوادگی تنگ شده بود، ولی تمام هم و غمش ایران بود. برای اولین بار من قطب‌زاده رو در سال 1962 در برکلی دیدم که کنفرانس انجمن دانشجویان بود و اردشیر زاهدی اون موقع سفیر ایران در آمریکا بود و ویزای تحصیلی او رو تمدید نکرده بود و این یک موضوع تبلیغاتی برای دانشجویان فعال سیاسی شده بود. در جریان یکی از تظاهراتی که ما در دانشگاه تهران داشتیم، ما شنیدیم پاسپورت دو تا از فعالان کنفدراسیون رو بعد از درگیری که با اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا داشتند باطل کردند. کمیته دانشگاه من انتخاب کرد برای سخنرانی در اون اجتماع. سخنرانی من محتواش یک کارنامه بود از رژیم و اینکه در خارج کشور هم ایرانی ها از دستش در امان نیستند. در تاریخ فعالیت های دانشجویان داخل ایران سابقه نداشت که به حمایت از دانشجویان فعال خارج از کشور تظاهرات بکنند. فعالیت‌های سیاسی صادق قطب‌زاده اردشیر زاهدی سفیر ایران را عاصی کرده. در اولین فرصت به این بهانه که نمره‌هایش کم است، گذرنامه‌اش را تمدید نمی‌کنند و از وزارت خارجه آمریکا هم می‌خواهند تا اخراجش کنند. اما رابرت کندی وزیر دادگستری که قطب‌زاده را می‌شناسد، نگران برخورد حکومت شاه زیر بار اخراج او نمی‌رود. از برادرای کندی خیلی خوشش می‌آمد. طرفدارشون بود و ارتباطم باهاشون داشت. ولی اینجوری نبود که فقط به خاطر منافعش بره سراغ کسی. براش مهم بود که اعتقادات مشترک هم داشته باشه. تصورات و خیالات بزرگی داشت. به همین دلیل تو آمریکا با شخصیت‌های سطح بالا تماس می‌گرفت. شخصیت‌هایی که می‌تونست از اون شخصیت‌ها برای امکانات بالا رفتن استفاده بکنه. سال 1340 جان دبلیو بولینگ از دفتر ایران وزارت خارجه آمریکا گلایه‌های یک دانشجوی ایرانی را به کاخ سفید گزارش می‌کند. این دانشجو که قطب‌زاده را می‌شناسد از رابطه او با مقامات دولت کندی شاکی است. در دانشگاه جورج تاون با یک دانشجوی جوان پرسر و صدا آشنا شدم به اسم قطب‌زاده. او میگوید مصدقی است، اما همه چیزهایی که چند ماه پیش از رادیو مسکو شنیدم را تکرار می‌کند.
این آدم افرادی مثل سناتور هامفریز، قاضی داگلاس و حتی وزیر دادگستری را مرتب ملاقات می کند. او می گوید به زودی با حمایت آمریکا در ایران انقلاب می شود و شاه کشته یا تبعید می گردد و ایران استقلال پیدا می کند. او می گوید در آن موقع او هم وزیر خواهد شد. کاری که باعث شد که اون رو بفرستن بیرون تظاهراتی بود که ما سفارت رو گرفتیم. گلزاده به یه سری از دوستان دیگه دانشجوی گفتش که برن اون تو بشینن، بس بشینن. اون وقت چند نفر از ما رفتیم داخل، اونا پلیسا رو خبر کردن، پلیسا اومدن بچه‌ها رو دستگیر کردن. فکر کنم تیر آخری بود که موجب شد که بهش بگن که بس اخراج بشی. از ابتدای دهه 40 شاه کمر به مدرن کردن ایران می‌بندد. بعضی روحانیون با اصلاحات او مخالفت می‌کنند، اما هیچ کس به بی‌پروایی روح الله خمینی به شاه حمله نمی‌کند. خمینی به خاطر این نقدها از ایران تبعید می شود و نامش بر سر زبانها می افتد. این روحانی سرسخت کم کم برای بعضی از مخالفین به تنها امید برای سرنگونی شاه بدل می شود. خمینی که مردم رو به تظاهرات علیه مستشاران آمریکایی دعوت می کنه، دیگه آیت اللهی که در مورد آشپزی و مسائل جنسی فتوا می ده نیست. به شدت سیاسی شده. و به نظرم صادق در اون انسان مقتدری میبینه که میتونه به قدرت نه بگه. صادق و دیگران میدونستن که یه نیروی دیگه هم نیاز دارن، نیرویی که توان و تشکیلات لازم برای سرنگون کردن شاه رو داشته باشه. بدون مسجد به جایی نمیرسیدن و خمینی میتونست اون نیروی کمکی باشه. ولی من هر چی فکر میکنم نمیفهمم چطور این ائتلاف از سر نیاز به اون رابطه مرید و مرادی با امام تبدیل شد. در نبود سازمان‌های سیاسی در ایران احتیاج به یه رهبر به حساب کاریزماتیک بود. اون رهبر کاریزماتیک رو یه مقدارش خود خمینی داشت، یه مقدارش هم اینا بارپل دادن. تمام این نیروی خودشو به کار برد برای اینکه آیت الله خمینی به معنی رهبر سیاسی جنبشی که در ایران بود حساب بتونه مطرح بشه. رانده شدن از آمریکا برای قطب‌زاده توفیق اجباری است. او فعالیت‌هایش را در خاورمیانه و اروپا به شکلی گسترده‌تر ادامه می‌دهد. دوستی و همکاریش با دو فعال دانشجویی در آمریکا، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران به بار می‌نشیند. آنها شاخه مستقل خارج از کشور نهضت آزادی را شکل می دهند. قطب‌زاده کم کم به حلقه اتصال بخش مهمی از مخالفان شاه با جریانات انقلابی خاورمیانه بدل می شود. مرحوم قطب‌زاده از سالهای 1344 وقتی که بلدش پاسپورتش ندادن یه فعال سیاسی علنی و تندم شد، ابایی از تماس گرفتن و ارتباط گرفتن به دولت‌های مختلف نداشت و بنابراین با مصر، با الجزایر، با عراق رفت و آمدهایی داشت. ابایی نداشته در مورد مسائل مختلف از اونها کمک مالی دریافت بکنه و من معتقدم که به هیچ کدامشون به اندازه سوریه یا قطب‌زاده اعتماد نمی‌کرد. علت اصلی این مسئله ارتباطاتی بود که آقای قطب‌زاده با مرحوم آیت الله صدر داشت. قطب‌زاده در بیروت و در سوریه مستقر بود عملاً. حتی با رفعت اسد، برادر حافظ اسد، ارتباطاتی داشت. رفعت الاسد هم در اون زمان رئیس سرای دفاع یا گارد ملی ریاست جمهوری بود.
خیلی قدرت داشت، قدرت امنیتی داشت. البته صادق با عرفات هم روابط نزدیک داشت، با فلسطینی‌ها از طریق امام موسی صدر با خیلی آشنا شده بود، به خصوص با کسایی که با آقا موسی نزدیک بودن. رفته بود سوریه تو یه کنگره شرکت بکنه، رژیم هم که گذرنامه‌اش گرفته بود، اونا بهش یه گذرنامه داده بودن. گذرنامه سیاسی سوریه هم داشت، این اجازه بهش میداد تو تمام کشورهای عربی آزادانه سفر کنه. دائمی در سفر بود، هر وقت میگفت خاورمیانه منظورش این بود که یا میره به سوریه یا لبنان برای ملاقات با آقا موسی صدر، یا به عراق، میگفت با آقا، منظورش آقا هم آقای خمینی بود. و این واقعیت هم هست، این هستش که از همون موقع ارادت زیادی به خمینی داشت. وقتی شما وارد اتاقش میشدید یک عکس بزرگ خمینی بود و یک عکس کوچک مصدق. برای خمینی یک حالت خارج از روابط یک رهبر، یا یعنی به تمام معنی شیفته خمینی بود. در اولین برخورد احساس کردم که اون مرادی را که سالهای سال در پیش میگشتم جلومه. من جز شاید یک یا دو بار دست پدر و مادرم رو در زندگی نبوسیدم، ولی دست امامو همیشه بوسیدم و همیشه میبوسم. هیچ کس در زندگی من تا این حد قدرت نداشته و حاکمیت نداشته. من از مرگ در راه ایشون ذره ای ابا ندارم. تشکیلات مدرن تو جامعه ما جا نیفتاده. تشکیلات ها تشکیلات مرید و مرادی یا پدر و فرزندی است. مرحوم قدس‌زاده هم در اون زمان به عنوان یک آدم کارگزار فعال چنین رابطه‌ای رو با آقای خمینی داشت، به خصوص که همه چیز خودش رو محو آقای خمینی کرده بود. مثل یک پسری به پدر مطلوب و ایدئال خودش با آقای خمینی بود. اینکه بره در عراق و خمینی رو ببینه یک امر کاملا طبیعی بود. با چه شکلی رفتار بکنه که خودشو مرموز نشون بده، خودشو ارزنده نشون بده و خودشو نمیم وفادار نشون بده و خودشو نزدیک نشون بده و اینا، خلاصه دل اونم تونسته به دست بیاره. اون تشخیص داده بود که خمینی یک شخصیتی است که ممکنه به جایی برسه از نظر قدرت. علی‌رغم همه حرفایی که راجبش میزنه به معنای واقعی لوتی بود. یعنی اگر میگو من آقای خمینی رو دوست دارم، واقعا دوستش داشت، مثل اونای دیگه نبود تظاهر بکنه، و اگر یکی هم بدش میمد این بدی رو ابراز میکرد. در تحلیل آدم‌ها و موقعیت‌ها عالی بود. میدونست برای اینکه یک ائتلاف شکل بگیره چه کار باید کرد. خاطرات سفرش به نجف این قابلیتش رو به روشنی نشون میده. مردی است در نهایت متانت و وقار، ساده و بی‌آلایش، در کمال هیبت متواضع، متعهد به نفس، قدرتمند، با شخصیت و با ابهت، صریح و کمگوی و گزیدگوی. از اهمیت و عظمت خود آگاه است و به آنچه دارد مطمئن است. با توجه به این امور، اگر اطراف ایشان یک عده آدم با شعور و با فهم و مؤمن باشند، میتواند بهترین نوع رهبر هم باشد و خوب اداره کند. متاسفانه از این جهت قدری در مضیقه میباشند. چه چند نفر افرادی که به ایشان نزدیک هستند، آدم‌های مؤمن و معتقد هستند، ولی اختصاصات ضروری دیگر را ندارند. یه آدم دستن در کار عملی بود و به طور کلی با کسی هم نمیتونست کار بکنه، یعنی خیلی تکرو بود. اهل تحلیل و ایدئولوژی و گفتگوی روشنفکری اصلا نبود. برخلاف نامش که صادقه، خیلی صادق نبود با دوستانش. دستوری صحبت میکرد، از بالا صحبت میکرد. مقدار زیادی روابطش روابط رفاقتی بود. خط فکریش بیشتر همون خط اسلام ملی بود، با این تفاوت که نقطه حمله رو میذاشت روی شخص شاه. دهه 50 خورشیدی صادق قطب‌زاده مقیم پاریس است و هم‌مقامش ضربه زدن به حکومت پهلوی. با
با شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای فشار آوردن به شاه رایزنی می‌کند. در انتشار نشریه نهضت آزادی خارج از کشور نقش دارد و با انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا مرتبط است. انجمن تشکیل شد در فرانسه با نوری آلبالا که وکیل دادگستری بود در حمایت از زندانیان سیاسی. بخش ایرانیش در واقع من بودم و آقای قطب‌زاده. Je l'ai rencontré au mois de avril-mai 1971. آوریل یا می سال 1971 بود که دیدمش. از مسئله حقوق بشر در ایران حرف زد. می‌خواست بریم ایران تحقیق کنیم. ما چند بار پیش از انقلاب رفتیم ایران. می‌خواستیم زندانی‌هایی رو که رژیم شاه به اعدام محکوم کرده بود ببینیم. اما همه چی از طریق صادق انجام می‌شد که مرجعمون در مورد ایران بود. که نشونی کسانی رو که می‌خواستیم توی ایران ببینیم بهمون می‌داد. افرادی مثل لاهیجی. Des gens comme Laïdji, par exemple. قطب‌زاده مقدار با خارجی‌ها رابطه داشت و از جمله با یکی از همسایه‌هاش برتون ولت، وکیل دادگستری، اینها یک دفتر وکالتی داشتند در پاریس با دو همکارش کریستیان بورگه و فرانسوا شیرون و یه وکیل دیگه به نام نوری آلبالا. من رو به اینا معرفی کرد. هر سفری هم که من به پاریس می‌اومدم، خب تماسایی هم با قطب‌زاده داشتم و وسیله ارتباط و بیشتر همین انجمن دوستی همکارای وکیل ما بود که فوق‌العاده در دفاع از زندانیان سیاسی ایران نقش بازی کردن. دوستای خیلی خوبی داشت، به خصوص اون سه وکیل فرانسوی. با هم مثل چهار تفنگدار بودن و واقعا با هم جور بودن. با هم بیرون می‌رفتن، غذا می‌خوردن، با هم خوش می‌گذروندن، رفیق بودن. آدم خوشمشربی بود. بدون شک عشق عمیقش به ایران سر جاش بود و هیچ وقت هم پنهانش نمی کرد. ولی در این حال در جامعه فرانسه هم کاملا جا افتاده بود. تو همه مهمونی‌های ما شرکت می کرد. یه میل عجیبی به زنها داشت. دلیلش هم این بود که شخصیت فوق‌العاده جذابی داشت. مثل تیراندازی بود که هر بار میزد وسط خار. برای همین دست بردار نبود. رابطش با زنها هم اینجوری بود. کم کم متخصص شراب شد. با اینکه خودش نمیخورد. هیچ وقت. برتران دوست وکیلمون زیاد مهمونی میداد و دوستامون رو دعوت میکرد. هر بار که صادق میپرسید شراب چی میخوای، برتران که شراب دوست داشت ولی زیاد وارد نبود، فکر میکرد و میگفت بوردو میخورم. صادق میگفت بورگوندی با این غذا بهتر نیست؟ بطری رو باز میکرد، بو میکشید و میگفت این کدوغونه، در حالی که من هرگز ندیدم یه قطره هم شراب بخوره. مسلمان بود ولی نه مسلمانی که تظاهر به اسلام بکنه و یا اینکه مثلا از این طریق بخواد برای خودش تبلیغات بکنه. اسلام به اون صورت نمی کرد، ولی بارها من دیده بودم با همین دوستای فرانسوی دور یه میزی که نشسته بودیم، خب رو اون میز هم شراب یا نوشابه الکلی دیگه بود، صادق نمیخورد. یادم میاد یه روز من یه کاری داشتم، رفتم سراغش، اطلاع هم نداشت. همجور که داشتم از پله‌ها بالا میرفتم، در کوریدور مثلا صدای بلند او رو نماز میخوند با صدای بلند به گوش من، یعنی به کوریدور میرسید. من معتقد بود، ولی باز اونجا هم آدم فانتیک مذهبی نبود. پیش میومد شرابش هم میخورد مثلا. موضوع مربوط میشه به سالهای فکر میکنم 53-54. خیلی اصرار میکرد که برنامه من رو بدونه. من گفتم یه چند روزی من باید برم لندن. گفت قرار با کی؟
گفتم با عفو بین الملل. گفت من با عفو بین الملل به خصوص با خانم امبرلی من خیلی دوستم فلان، بیا و مثلا من اونجا بیام اونجا من معرفیت کنم. گفتم نه، اونا یه مقدار من رو میشناسن. به مجردی که امبرلی ما رو با هم دید من مثلا رنگش پرید، خیلی سرد با من رفتار کرد. بعد گفتش که ولی شما شماره تلفنتون رو من بدید، من بعد با تو تماس میگیرم. ما قرار گذاشتم فردا من رفتم اینا. گفت تو با این کار میکنی؟ گفتم نه بابا، این دوستیست من، دو سه سالیست میشناسمش و هر موقعی که من میام پاریس من میبینمش اینا. گفتش که این هر خبری میاد به ما میده، مثلا اگه میگه تو ایران 40 نفر اعدام شدن، دو نفر اعدام شد. دوم که باز یه مقدار برمیگشت به همون شخصیت قدساده، میگفت همیشه سعی میکنی یکی از این دخترای ما رو اینجا مثلا خب من خندیدم و چیز نداشتم بگم دیگه. سال 55 شاه در اوج قدرت است. ساواک مخالفان داخلی را قلع و قمع کرده و صدای منتقدان به گوش نمی‌رسد. همزمان با شدت گرفتن فعالیت گروه‌های مخالف بیرون از ایران، شایعه وجود فهرست ترور ساواک در خارج پخش می‌شود. Vous affirmez avoir été payé par police politique iranienne pour assassiner un opposant politique ici en France. Mais non seulement je le confirme, mais je vais essayer de le prouver. قدساده با فردی به نام یوکیپ خامپیرا آشناست. نقاش و روزنامه‌نگاری ارمنیول است که وضع مالی خوبی ندارد. آنطور که خامپیرا میگوید ساواک او را تحت فشار میگذارد که به پاریس برود و در قبال پول ترتیب ترور قدساده را بدهد. He tries to eliminate the real opposition to his regime, the people who can replace him without any problems, who can run the country. در دستنوشته‌ای از قطب‌زاده آمده که خانپیرا نقشه ساواک را به او لو می‌دهد. می‌گوید فرصتی است که هم پول را بگیرند هم آبروی شاه و ساواک را ببرند. قطب‌زاده ماجرا را به رسانه‌ها می‌کشد. به ادعای خانپیرا ساواک سه روز به او آموزش می‌دهد و رابطه او سلاح و صدا خفه کن در اختیارش می‌گذارد. This is very ridiculous. We are not the people who want to kill anyone. We had traitors in the past. Many of them has come back, even the communist. ریچارد کاتم استاد دانشگاهی است که سالها به عنوان کارشناس ایران با دولت آمریکا ارتباط داشته. او از قول یک منبع موثق برنامه ساواک برای ترور مخالفان را تایید می‌کند. If I were to work up a list of people who the Shah would like to kill, I would put Gokzadeh near the top. بهار 57 تنها چند ماه پس از نخستین جرقه های انقلاب، ایران در آرامش نسبی است. به جز تجمعات پراکنده اعتراضی، روی هم رفته دولت بر اوضاع مسلط است. نام آیت الله خمینی هنوز نه تنها به گوش مردم دنیا نرسیده که برای بسیاری از ایرانیان هم ناآشناست. چهره استخوانی که با ریش بلند و باریک و سفید کشیده تر به نظر می رسد. لحنی خونسا و صدایی آرام. آیت الله خمینی دو ساعت حرف می زند بیان که اثری از هیجان در صدایش باشد، بدون آنکه خطوط چهرهش تغییری بکند. حتی وقتی که در مورد اولین گام رو در جهت جهانی کردن انقلاب اسلامی و شخص آقای خمینی شد خودزاده انجام داد و اون این بود که لوسیان جورج خبرنگار معروف لوموند رو برداشت و برد نجف. او مصاحبه مفصلی با آقای خمینی کرد که اول بار آقای خمینی رو به عنوان برجسته‌ترین مخالف شاه مطرح کرد، قبل از اینکه اصلا آقای خمینی از نجف بیاد بیرون بره فرانسه و اونطور چهره جهانی بشه.
صادق قطب‌زاده avait convaincu le monde. صادق قطب‌زاده لومون رو که اصلا نمیدونست خمینی کیه قانع کرد که او در ایران آدم مهمیه. رفتیم خونش. اتاقش 10 متر مربع بیشتر نبود. نشستیم رو زمین. 8 ساعت اونجا بودیم. حسابی خسته شدیم. خمینی ولی انگار نه انگار. مثل همیشه با صدای آروم و لحن خونسا حرف میزد. تأثیر عمیق رو آدم میذاشت. معلوم بود آدم سازش ناپذیریه که به موفقیت کاری که میخواد بکنه، یعنی از بین بردن شاه و هر چی به اون مرتبطه، اعتقاد راسخ داره. وقتی صادق و خمینی رو با هم میدیدی به نظر میومد انگار پسر معنوی خمینیه. قطب‌زاده و جورج که با پاسپورت عربی برای ورود به عراق ویزا نمیخواهند، برای برگشتن به ویزای خروج نیاز دارند. یه پاسپورت بحرینی داشت. پاسپورتشو که بعدن دیدم گفتم صادق مگه دیوونه ای؟ ولی پاسپورت بحرینی اومدی که داد میزنه جنگیه. با صادق رفتیم اداره پلیس. من جلوی اون رفتم و بدون مشکل رد شدم. صادق رفت جلو ولی عربی بلد نبود. پلیس عراقی منو صدا زد. گفت این آقا بدون دونستن زبان تو بحرین ادویه فروشی داره. من از صادق به فرانسه سوال میکردم و از خودم جواب در می آوردم. به پلیس گفتم تو بحرین ایرانی زیاده. محلیان با اشاره بهش میفهمونن چی میخوان. پلیس سری به تمسخر تکون داد و به صادق گفت دنبالش بره. بعد از نیم ساعت صادق برگشت با مهر. اتفاقی به پست یه افسر شیعه خورده بود که از هوادارهای خمینی بود. مهر رو زده بود، گفته بود سریع تا فردا از عراق برو. خلاصه اینجوری شد که تونستیم از عراق بیایم بیرون. پاییز 57 آتش انقلاب در ایران شعله ور شد. نقش آیت الله خمینی در هدایت اعتراضات دیگر بر کسی پوشیده نیست. دولت عراق آنقدر فعالیت خمینی را محدود می کند که او تصمیم به خروج از این کشور می گیرد. شبی که مرز کویت در واقع راه ندادن که آقای خمینی و احمد آقا و دکتر یزدی و فکر کنم یک نفر دیگه هم همراهشون بوده وارد کویت بشن، دولت صدام برشون میگردونه. ظاهرا دکتر یزدی پیشنهاد میکنه که برن فرانسه و آقای خمینی هم میپذیره. یه شب صادق زنگ زد و گفت من فردا شب میرسم فرودگاه اورلی. گفتم باشه میبینمت. گفت نه، میخوام بیای دنبالمون. گفتم دنبال کی؟ اون موقع بود که گفت آقا. حدودم میدونستم منظورش چیه، ولی گفتم کدوم آقا؟ گفت داریم با آیت الله میریم. آقای احمد خمینی تلفن کرد، ما یک خانه میخواییم فوراً. ایشون به من گفت کسی هم نفهمه. بسیار خوب، ما هم به کسی نگفتیم. رفتیم فرودگاه. اونجا که رفتیم دیدیم که آقای قطب‌زاده هم هست، یک وکیل دادگستری هم هست و فرانسوی، و آقای حبیبی هم هست. در خب اونجا حال احوال کردیم و منتظر شدیم و ایشون هم وارد شد. آقای قطب‌زاده به ایشون گفت با آقای خمینی شما تشریف داشته باشید، من برم ماشین بیارم جلو در. ولی آقای خمینی رو کرد به من گفت آقای بنی‌سر کجا برید؟ منم گفتم اتومبیل اینجاست، بفرمایید سوار شید. برای شما خونه تهیه شد. خمینی کسی است که به خوبی اهمیت رسانه مدرن رو فهمیده. برای یک چنین آدمی شاید آدمی مثل قطب‌زاده که در دسترسی به رسانه و کار رسانه هم در دوره اقامتش
توانایی بیشتری از خودش نشون داده جز جذابترین آدم ها باشید. قدزاده در اون زمان بیشتر مرد میدان عملی بوده که ایشان احتیاج داشته باشید. آیت الله خمینی آمده بود پاریس و هیچ کس نمیدونست، کسی نمیشناخت، تا اینکه یه روز با یه مصاحبه ما دیدیم تو روزنامه فیگارو. از قدزاده پرسیدم که خب چرا با فیگارو مصاحبه کردی، چرا مثلا با لوموند مصاحبه نکردی؟ خب مثلا از نظر من فیگارو یه دستراستی بود. وقت توضیحی که من داد این بود که این آقا که الان اسمش یادم نیست با وزارت امور خارجه روابط خیلی نزدیکی داره و این میتونه احتمالاً کمک کنه به اینکه آیت الله خمینی رو مثلا به محافل سیاسی مثلا نزدیک کرد. ببینید منظورم تمام این ریزکاری ها رو هم در نظر داشت و همین طور هم شد تا مجردی که این مصاحبه در فیگارو در اومد با فاصله خیلی کمی لوموند هم رفت سراغش و بعد یواش یواش همه دنیا همه علاقمندان شده ببینن که این آخونده که اونجا زیر درخت سیب نشسته بعد از زیر عباش یه جنبشی رو در ایران اداره می‌کنه کیه. صادق میفهمید پوشش رسانه‌ای چقدر مهمه. به همین خاطر مدام در حال تلاش بود که برای خودش یا نماینده های دیگه یا شخص خمینی مصاحبه جور کنه. صادق یه رابطه من شد که من هر روز در روزنامه اطلاعات زنگ میزدم، با دو سه نفر حرف میزدم، از جمله قدزاده. اینجا در پاریس یه شبکه مهم از خبرنگارا درست کرده بود. اول کار ارتباطش با اونا خیلی رسمی بود، ولی به مرور یه رابطه شخصی خیلی عمیق باشون ایجاد میکرد. قدرت زیادی در قانع کردن آدم ها داشت. آدم نمیتونست بهش بی تفاوت باشه. اگه به مسائل ایران علاقمند بودی باهات گرم میگرفت و صمیمی میشد. مثلا با جان راندال خیلی نزدیک بود. Par exemple avec John Randall, il a eu des relations très très suivies. نمیخوام بگم کلاهبردار بود، ولی عملا داشت آیت الله خمینی رو به دنیا میفروخت که هیچ کس اسمش رو هم نشنیده بود. با شاه مخالف بود، ولی اون موقع همه فکر میکردن شاه خوب یا بد مثل صخره جبر الطارق استواره. شخصیت محکمی داشت، بلد بود آدم‌ها رو نرم کنه، حرفش رو به کرسی مینشود. یادتون باشه که جثه بزرگی هم داشت، حضورش پررنگ بود، حتی اگه باهاش موافق نبودی بهش گوش میدادی. او ویژگی مهم آدمای انقلابی رو داشت، اینکه اونقدر بگه و بگه و بگه تا برسی به جایی که جوابو بدونی، یعنی بدونی چی میخواد بگه. ولی این در واقع پیروزی او بود، برای اینکه استدلالش و شیوه بیانش به اندازه کافی قوی بود که به جمجمه آدم رسوخ کنه. بله، حالا خیال میکنی تمام اینا که دنیا به این چیز رسیدن از همین طریق، از همین دکون بازی سنگیان تو استاد این دکون بازی هم میفردی ها اگه عمل اکرا اینجا بلند میکنه یا میدونی به آسان بزن این چیه؟ همین اولا آدم خوش لباسی بود، واقعا شیک میپوشید، خیلی هم گرم و مهربون و کارای خبرنگارا و اینه که میامدن رو بس کردنشون به دفتر آقای خمینی روشون انجام میداد. یه روزش یادم میاد که اون موقع یک آخوند جوونی بود به نام هادی غفاری که خیلی ماها رو اذیت میکرد، به ویژه منو، به خاطر که بالاخره من نه حجاب داشتم نه این زبان ویژه اینا رو داشتم. یه بار قطب‌زاده اونجا بود و شاهد این برخورد من و ایشون بود، بعد با دست به من اینطوری کرد و بعد گفتش که فیل کن اینا رو، اصلا اینا کسی نیستن. قطب‌زاده سلمون بود، ولی اینکه روحانیون رو در موضع قدرت ببینه، یعنی اسلام بدون روحانیت به یه معنایی که برای بسیار از مردم ایران اینطوری بوده، و این رو بعدها میتونستید که در عکس‌العمل‌های بعدی و در برخوردهای بعدیش در ایران هم ببینید. رسانه‌های غربی مستقر در پاریس مدام می‌رفتن نفل. مدام اونجا مصاحبه داشتیم، فیلمبرداری می‌کردیم. من خیلی به صادق نزدیک شده بودم. رابطه شخصی خیلی نزدیکی داشتیم. خلاصش اینه که برخلاف میلم عاشق شده بودم.
از همون روزهای اول در پاریس در مورد اینکه خمینی و جمهوری اسلامی چه خواهد بود بحث می‌کردیم. ولی آدمی بود که مقاومت جلوش سخت بود. معلوم بود که واقعا اعتقاد داره که دوران جدیدی برای ایران در راهه. دوران آزادی و دموکراسی. از بین کسانی که به عنوان اطرافیان آقای خمینی در اون زمان شناخته شدن، هیچ کسی پیوند شخصی و فردی به اندازه قدزاده با آقای خمینی پیدا نکرده بود و هیچ کسی هم تمام وجود خودش رو به صورت یک فرد فعال با تمام وجود در این اندازه در اختیار آقای خمینی نگذاشته بود. بنابراین من میتونم بگم کمتر کسی میتوانه ادعا بکنه که به اون اندازه فدایی و سرباز ولایت بوده که مرحوم قدزاده بوده. دی ماه 57 شاه آخرین بخت خود را با انتصاب شاپور بختیار به نخست وزیری می آزماید. همزمان کلود چایه رابط رئیس جمهور فرانسه با نوفلو شاتو خواستار دیدار با قطب‌زاده می شود. دولت فرانسه می خواهد بداند تحلیل اطرافیان خمینی از شرایط حال و آینده ایران چیست. من اونجا از دقت و گفتمان سیاسی صادق واقعا تعجب کردم. انگار که در دانشگاه علوم سیاسی درس بده، نقص نداشت. قرار بود کنفرانسی در گوادلوپ برگزار بشه. صادق گفت باید بفهمیم رئیس جمهور فرانسه در مورد ایران با سران دیگه حرف میزنه یا نه. من زنگ زدم به کاخ الیزه. گفتن نه تنها حرفای آقای قطب‌زاده رو در نظر میگیرن، بلکه چون متن تحلیل رو هم دارن این موضوع رو در دستور کار میذارن. کارتر پیش از کنفرانس مخالف خروج شاه است، اما آنچه میشنود نظرش را عوض میکنه. روشن است که شاه کنترل اوضاع را از دست داده و بخش بزرگی از جامعه دیگر او را نمیخواهد. تحلیل قطب‌زاده و اطرافیان خمینی احتمالاً نگرانی از نفوذ کمونیسم در ایران را برطرف می‌کند. مهمتر از همه، ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه اطلاعاتی از پزشک شاه گرفته که نشان می‌دهد محمد رضا پهلوی دیگر توان جسمی و روحی سلطنت ندارد. چند روز بعد از کنفرانس گوادلوپ، شاه برای همیشه از ایران می‌رود. شبی که بختیار نخست وزیر شده بود، تلفن زنگ زد و خبرنگار به هر حال از اون طرف پرسیده بود که بختیار اگر بیاد آقای خمینی میپذیرش. صادق قطب‌زاده گفت بله میپذیرش و او رو تاییدش خواهد کرد. وقتی گوشی رو گذاشت آقای قطب‌زاده، من در اعتراض به ایشون گفتم که ولی آقای قطب‌زاده ما شنیدیم که بختیار باید استعفا بده تا آقای خمینی بپذیرش. عصبانی شد آقای قطب‌زاده و من رو کردم آقای اشراقی، گفتم آقا آقای قطب‌زاده این حرف رو زده و خبرگزاری‌ها فردا همه نقل خواهند کرد. رفت و واقعا 10 دقیقه یک رو بعد با یه اعلامیه از آقای خمینی برگشت آقای اشراقی، که البته در اون اعلامیه های خمینی نوشته بود که بختیار باید استعفا بده. آفت کار جمعی تقریبی است و متاسفانه او این گرفتار این آفت بود. ایراد من و آقای حبیبی این بود که آقای قطب‌زاده خودسر تصمیمات میگیره و اجرا میکنه، حتی به ما زحمت اطلاع دادنش رو به ما هم نمیده. غالبا بعد از اینکه قال بلند میشد ما میفهمیدیم که یک کاری شده به نام ما. The
رستوران کلوزقی مثل پایگاه صادق بود. نزدیک خیابون ابزرواتوار بود و کنار دفتری که فرانسوا شرون و کریستین بورگه و لولت توش کار میکردن. صبح حوالی ساعت 10 با نامه هاش میومد دفتر. بعد میرفت رستوران کلوزقی که نامه هاش رو بخونه و با آدم ها و روزنامه نگارهای مختلف ملاقات کنه. قبل از ظهر دوباره میومد دفتر نامه ها رو میداد به منشی که تایپ کنه. یه تعداد دوست داشت که دوستم منظورم دوست دختره که اینها توی شرکت های هواپیمایی کار میکردن و از طریق اونها میتونستش برای خودش مقدار بلیت بگیره. یعنی این چیزاییست که من شاهدش بودم و خودش هم میگفت من یه مقداری از اینا سرویس هم میگیرم. منم به عنوان یکی از در حال نادشست های خودش میگفتا و خب من میدیدم مثلا تمام کارهای سکرتریش هم میداد اینا میکردم. برای اینکه قرص داده یکی از ویژگی های قرص داده هم این بود که با وجودی که سعی میکرد با دو زبان صحبت بکنه هیچ کدوم از این دو زبان رو خوب حرف نمیزد. Je vivais avec un Iranien. On s'est revu dans des circuits amicaux. من اون موقع دوست پسر ایرانی داشتم. صادق رو گاهی تو جمع‌های دوستانه می‌دیدم. خیلی به مسائل ایران علاقه‌مند بودم. به همین خاطر شروع کردم به همکاری. هر کمکی از دستم برمی‌اومد می‌کردم. تایپ می‌کردم، ویرایش می‌کردم، متن کنفرانس‌ها و مصاحبه‌ها رو پیاده می‌کردم. ولی نقشم مشخص بود. نقش یک زن بود. اون روزا برای امرار معاش دنبال کارهای دیگه به جز بازیگری هم میگشتم. نهایتاً مهماندار شدم. در نتیجه کاغذایی رو که میخواستم بفرستن ایران تو چمدون با خودم میبردم اونجا. میدادم به وکلا. یه بار از صادق پرسیدم اگه یه وقت موقع ورود چمدونم رو بگردن چی میشه؟ جوابی داد که من سالها بعد فهمیدم چقدر وحشتناک بود. گفت بگو من فرستادمت و مشکلی پیش نمیاد. خیلی حرف. فکر کن وسایلم رو میگردن، کلی اعلامیه و کاغذ و چیزهای دیگه برای سرنگونی شاپ پیدا میکنن. بعد میگم از طرف صادق اومدم. اونا میگن ببخشید. همه چیز رو میذارن سر جاش، در چمدون رو میبندن، میگن بفرمایید، مشکلی نیست. باور نکردنی. پوفیوس. And we have negotiated with Air France, and Air France is willing and to prepare, provide the planes and all that. So there is no problem in terms of planes and the crews. The only problem is the problem of landing at the Tehran. But is it that there are tanks on the runway? We cannot take such a risk with Ayatollah. For us, there is no problem with Ayatollah. We won't take that risk. I think it was in January. I went to Paris to help. فکر کنم دی ماه بود که رفتم پاریس. قرار بود صادقا کمک کنم وسایلش رو جمع کنه. چند روز بعد اومد گفت داریم برمیگردیم تهران. معلوم بود هیجان زده است. چمدونش رو برداشت رفت. چند ساعت بعد با چمدون برگشت. گفت نمیتونیم بریم. چمدون رو گذاشت یه گوشه و با تلفن مشغول شد. بعد دوباره اومد گفت این دفعه دیگه داریم میریم. همه چی درست شده. داشت از در میرفت بیرون. گفتم چمدونتو نمیبری؟ گفت نه، معلوم نیست زنده بمونی. معلوم نیست اصلا برسیم تهران. و اگر رو هوا اتفاقی بیفته چمدون لازم ندارم. برای چی ببرمش؟ The departure of Ayatollah will be tonight between 11 a.m. and 11 p.m. and 1 a.m. We have heard of a column of tanks moving to Tehran airport. We have heard that, but we don't share. احساس می‌کردیم ما اولین گروگان‌ها خواهیم بود. چون معلوم بود شاه یا آدم‌های شاه بختیار یه بوئینگ 747 پر از خبرنگار غربی رو روی هوا نمی‌زنن. با این حال صادق و بنی صدر و بقیه و خود آخوندها خیلی وارد بودن که چجوری در رسانه‌های غربی پوشش خبری بگیرن. تمام ماجرا برنامه‌ریزی شده بود. I remember at the time when I was یادمه وقتی پاریس بودم
همون هفته که قرار بود برن تهران، یه خانم ایرانی اومد خونه صادق. بهش گفت صادق به این آدم اعتماد نکن، خودتو بهش نچسبون، هر کاری میخوای بکنی بکن ولی نه با اون. خمینی که برگرده ایران همه چی عوض میشه، دوباره بعد چادر سرمون کنیم و از اینجور حرفا. خیلی خوب یادم صادق گفت نه نه هرگز، گفت ما، نه من، گفت ما اجازه نمیدیم چنین اتفاقی بیفته. Nécessaire que je remercie le gouvernement et le peuple français qu'ils prenaient les mesures de sécurité et me donnaient la liberté d'expression. Sadek, would you change the rest? Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran? ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ Doesn't make any comment. No, no, sorry. Is he happy or is he excited? Doesn't make any comment. No, no. Don't answer the questions. No, no. Okay. Thank you. Okay. All right. Partway through the flight, Sadek called. وسط پرواز صادق روزنامه‌نگارها رو صدا کرد جلوی کابین و کنفرانس مطبوعاتی گذاشت. چند تا سوال جواب داد. یادم یکی پرسید این هواپیما امنیت داره؟ صادق یه چیزی شبیه این گفت که امن امن که نیست، یا در تهران فرود میایم یا فانتوم های شاه تو آسمون میزننمون. انگار از اون موقعیت لذت میبرد، حس طنز قوی داشت. He seemed to almost be enjoying that moment. He had a bit of a wry sense of humor. We were coming in. You could see masses and masses of people. داشتیم فرود می اومدیم. از اون بالا خیلی جمعیت در خیابان‌های تهران دیده می‌شد. بعد یک هو خلبان خیلی ناگهانی اوج گرفت، رفت بالا. خلبان ایرفرانس دوباره در ارتفاع خیلی پایین بالای تهران چرخید. شهر رو می‌دیدی و این سیل آدم‌ها رو که با شادی و شوق در خیابون می‌رفتن و مطمئنم اون پایین شور و احساس موج می‌زد. کمی بعد خلبان هواپیما رو برد پایین و بالاخره روی آسفالت نشستیم. ولی موتورش رو اصلا خاموش نکرد. And he never cut his engines.